Ну, блядь! Осни! به من اون گاله عباس نمیشه خبر آسه بچو خشتن دلا بردن دلا آفنگی عباسی واسه من خودن نشه بگی خود زنی میکنه واسه من نه 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 من حال شدی؟ هیچی از جاشو کن نخوره بچه ها چی شد؟ جناب سرنگ همش تحت تفتیر خودشه بابا خودش سرش بابا 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 نهی بیکشه بس بازی خودم میرم اینه ببر با چون بردم اینو براش ببر برو ببینم برو بالا برو بالا ناصر ناصر معطل نکن بیه جبینم عباس تو باش برو با من در تماس باش ناصر بیه جبینم در اینجا رو می‌بندی هیچ کی رفت آمد نمی‌کنه توجه کردی تا من بهت بگم باشه بدل بچه‌ها دیگه رو سریع حرکت می‌کنن همه رو سوار کن هیچ کی جواب یه مامورا بذار سر خیابون بچم تصادفیه اوه سرش چه شکافی برداشته ببرش به اتاق سرش رو تمیز کن تا من بیام چش شما همراهشید بله، حالش چطوره دکتر؟ مشخص نیستش. شما اینا رو بگیرید. بعدم مشخص میشه. بعد از معاینات. ببینید دکتر، اون مجرم منم ماموره. نمیتونم تنهاش بذارم. اگه چیزی احتیاج دارین بگین براتون بگیرم بیارن. من باید پیشش باشم. ببین من من سر راه میرم اینترپل. تا مثلا در 15 دقیقه دیگه هم اکبر رو میفرستم اونجا. فعلا یا علی خدا نگهدار یا علی چون آجاقا هیچ رقمه فکرشو نمیکنم اینو بتونن گیرش بندازن آره همت کرد خیلی درست بود کارش گمونم کتکه کار خودشو کرد میگم سید تو که اینقدر با برکتی چرا زودتر این کتک رو نخوردی؟ والا آجاقا اونا دریغ میکردن مگرنه ما که تشت غذا و بلاییم کتک خورمونم تا دلتون بخواد ملس بغفر الله حالا چرا بیمارستان؟ میگن بد جوری زدنش وقتی رسیده بودن نیمه جون بوده یعنی به خوشگی شانس آخه اگه این بمیره که دنیل بدبخت بیمادر میشه نه 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 خدا نگران نباش اصلا این اتفاق نمیفته من میگم یه جایی این گوشه کنارا منو پیاده کنم من خودم میرم آقا جان اینجوری که بده نه 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 بخوام من شما رو برسونم بعد خودم برگردم اونجا نه متشکر ممنون پیاده بشم بیاد شما در پناه خدا ببرم اونجا سلام علیکم سلام علیکم این یارو معتاده که نیرو انتظامی آورده کجاست؟ انتظار رو دست چپ در به اول چکریم بله ولی دکتر گفته با حرفتون باش تماشا میبریمش رادیو بهش خیلی ممنون تو صدای منو میشنوی سلام مقرومه بیچاره بگو ببینم اسمت چیه اسمش قلومه گردن لیلا بی بدر آقا قلام قلام قلومه دیک مشتی میکوبند وای وای یک کلون جواب منو بده اکرم میرزایی کجاست کشتن تو میری فیلمه فقط فیلمه ببین تو هیچ چیت نیست میفهمی؟ میخوان مرخصت کنن بگو خونت کجاست من برسونم دیگه تو بانگ قرض الحسنه وام میگیره اینقدر فیلم نیا غلام اینقدر فیلم نیا بیچارم این فقط داره سیاکاری میکنه آقایون حرفات تموم شد بفهمید بیا باش دکتر جون این باز مغر بیاد باز حرف بزنه حرف میزنه زنده به اون حرف میزنه کار به اصلا مرض ما زنده به من قرار بمیره اکبر جان چشم من بگیر اکبر آید تو خیلی خوب عزیز من شما میگید ما بریم بیرون چش چشم بریم بفهم عباس تو بمون اینجا اکبر بیا سلام آقا شما تشکر دیگه ما کار باید بسته
ما هستیم بیمه از روش نزدیم. آقای دکتر من مامورم. حکم دارم باید برای سر این باشن. هستم بسیار. عجب جونه برای چموشی. مهم اینه که فعلا ما این جونه برو گرفتیم. بله 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 اومدیم ما. بریم کجا؟ بابا فرار میکنی؟ بیا بریم عباس اونجا گذاشتم، نگران نباش. بیا دست ها رو جناب سرن، اینقدر تو کار ما اشکال نیا. آخه چی و فرد؟ چه طرز صحبت کردن آقا؟ دست بردارین، اشکال نیاین. به هر حال دست ما نیست. فردا ساعت 3 بعد از ظهر نماینده سفارت آلمان میاد اینجا و دنی رو همراه خودش میبره. جناب سرن، من دنبال آتیش میام. اون که دست شماست، انجام که نمیتونه فرار کنه. این تن بمیره چون هر کی دوستش داری دو روز برام مهلت بگی. طوری نمیشه که. تو که زبان فارسی رو متوجه نمیشی. عرض کردم نمیشه جام سرنگ. بشه اونش. بله بشه اونش دیگه، بشه. جام سرنگ ببخشید، میدونین چیه؟ اینا خودشونو با آب و آتیش زدن تا این طرف رو پیدا کردن. خب یه ذره بدبیاری بود که سر از بیمارستان در آورد، وگرنه کار همین امشب تموم بود. اونم تا اینجاست میتونست پدر مادرش رو پیدا کنه. نمیدونم، نمیشه فرجه گرفت؟ خیلی دلم میخواد آقا، اما این موضوع در حد اختیارات ما نیست. بابا این طفلی هم که مجرم نیست آخه. این موضوع که ایشون مجرم هست یا نیست با دادگاه آلمانه، با ماها نیست. من فقط به خاطر احترامی که برای جناب سرگوت امراللهی قائلم و متانت و دیانتی که در سیمای حضرت عالی هست خواستم که تشریف بیارن اینجا و قبل از اینکه ایشونو ببرن یک ملاقاتی با ایشون داشته باشین. همینو بس، فقط یک نفره تو. قربون جناب سرنگ. بابا این از اول میگفتی دیگه. چاکی رو قناقه این آجاقا بایزشون ایز میفهمی؟ برو عزیز جناب سرنگ. ما کجا بریم؟ بابا این رفیق ما چی شد؟ دا چاکی رو اقدن یک گل. سلام خیلی خوب آقا، حالا نکشیش. بابا خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. دستتون چی شده؟ چیزی نشده، ایام محرمه، دیدن ما کم زنجیر زدیم بستنمون به زنجیر. بی خیال به من بگو ببینم هاواری یود چطوره. قربون آقا. چه کردی؟ کردی حاجی. منم میرم کلانتری ببینم چی کار میتونم بکنم. برو چیزی شد منم در جریان بذار. خب جام سرنگ بایزد. موفق باشی سرگرد. خدا حافظ. خدا نگهد. جون خودت قلومی لب تر کنه، همه جل. فکر میکنم اگر میخواست چیزی بگه حتما همون روز اول میگفت. والا به پیر به پیغمبر اندفع توفیر میکنه. بابا قلومی تو چنگ ماست، اگه شده دنیا رو به هم بریزن شهد الله شهد الله پاد به پله هواپیما نرسیده. دست مادر تو گوشم تو دسته. بابا این شبا شبای وصله، ازش خواستم که ما رو پیش تو روسفید کنه. برای خیال ما تخت تخته، دلمون روشنه، تو هم روشن باش. آقای اکبر من پدر و مادرمو پیدا نکردم، ولی خیلی چیزهای با ارزشی پیدا کردم. فکر میکنم که کمتر کسی کاری که شما آجزا و برادر سرکیس و بقیه انجام دادید و برای یه غریبه انجام میده. غریبه؟ غریبه کنی به مرد حسابی؟ تو مگه اهل کجایی؟ ناف تهرون؟ دفعه آخر میشه این حرف رو میزنی هم؟ من متهم به قتل هستم. ببین واسه همه آره، ولی واسه ما نوچ. میفهمی؟ منظورتون از ما کیه؟ بابا من، حاج رضا، پدر سرکیس، بابک، زهره خانوم، هممون. قتل کدومه؟
یکی میگی همینجوری ها؟ اکبر آقا راستشو بخوایی منم همینطور فکر میکنم. چاکره سرکارم هستی قربون آدم چیز فهم چاکر آقدانی ببخشین دیگه وقت ملاقات. بله خیلی متشکرم که اومدید آقای اکبر. خدا حافظ. چاکر آقدانی. آقدانی مرد و قولش پاد به پله یواپ ما نرسیده دستشو گوشم به دسته خیال جمع. این چرت و پرتا چیه سر هم میکنی؟ برای یه بارم که شده تو زندگیت راستشو بگو. واسه چی در خونه غلام دروغ گفتی؟ اون به من یه اتاق داده بود نخواستم نامردی کنم. نخواستی نامردی کنی؟ خوبه. ببینم پس چرا به منوچهر پاکوتا لوش دادی؟ منوچهر خیلی وقت پیش بود که دنبالش بود. آها چون اون خیلی وقت بود دنبالش بود از نامردیش کم میشه. برای چی دنبالش بود؟ نمیدونم. میدونی؟ خوبم میدونی. ببین رئوف تو سابقه داری راستشو نگی پات حالا حالا گیره. آقا ما بیبیتی تقصیریم. بدبخت اگه اون بمیره خونش گردن شما هست. حالا ما بیتقصیریم. ما که کاریش نکردیم آقا. تو که میگی من کاریش نکردم. این منوچهر دوستتم میگه من کاریش نکردم. بس بگو غلام خودش دست و پای خودشو بست و خودشو خونمالی کرد دیگه. آره نه جونم بسی که من و تو به جایی نمیرسیم. سرکار اونقدر هستی برش داره برش همش که گردن به من چه پا کجاست. اون نشونیه چه شکوبه رو داد من رفتم آوردم. سیاهوش و غلامم یه جای دیگه فروختم. پول من و چرم ندادن واسه همینم من و چرم دنبالشه. خب این وسط چه گیره تو می اومد؟ قرار شد یه 50 تومان به من بدن. داد؟ نه از چوباری هم من رو انداختم بیرون. سلام خانمانم. سلام آقای دکتر. سلام دکتر. سلام خانم. امیدوارم کاملا آماده باشی برای عمل فردا. سرخیز که هستی؟ آره ولی شما باید آماده باشین. فردا روز سختی رو داریم. من که همیشه آماده هستم. چطور؟ برای اینکه اگه عمل من خوب نشه حسابی آبروتون میره. آنی خیلی خوبه. به آبرو منم فکر میکنید. آزمایشاتتون که خیلی خوبه. خودتونم که ماشاءالله مثل یک شیر ژیان مشغول حمله به دریای نورید. دکتر نوشابه میخوریم براتون باز کنم؟ چطور؟ شما برای همه مریضاتون قبل عمل اینقدر خالی میبندید؟ بنابر خدا آنی شیطنت نکن. میبخشین دکتر. ناراحتش نکنی خانم. روحیه بسیار بسیار خوبی داره. میتونم یه سوال ازت بکنم؟ چرا خواستی که توی این اتاق بستری بشی؟ آخه دفعه قبلم تو همین اتاق بستری بوده. نه میدونین دکتر من تو این اتاق کسی رو از دست دادم که خیلی برام عزیز بود. خیلی متاسفم. کی بود؟ اون پرستار همین بیمارستان بود. بعدا مریض شد و همینجا بستری شد. اسمش فاطمه بود. شما میشناختینش؟ نه ولی خیلی خوشحال میشم بعد از عمل برام توضیح بدی. خب بهتره دیگه بخوابی تا فردا صبح زود بتونی بیدار بشی. شب بخیر. شب بخیر دکتر. دکتر به من گفتن شما خیلی به کارتون مطمئنی. اونجا که مربوط به من میشه بهتون اطمینان کامل میدم ولی بقیهش دیگه دست اوست. خداحافظ. خداحافظ. راضیتی سرکار جون خیلی وقت بودش که رئوف دنبال غلام بود که بتونه پولش ازش بگیره. تا
تا دیروز اومد که من پول بگیرم چون خودش هم یه ارزه ها نداشت که. رفیقت رئوف میگه غلام خودشو زخمی کرده، راست میگه؟ غلط کرده سرکار، سه بار به نو بار خودم با این جفتش هم دیدم با تبر زد تو ملاجش. همینجوری سلام جام سربار. تمام صداد راه رو برداشته، چی میگی؟ نفهمیدم، میخوام بگم ما بی تقصیریم، وجدانم بی تقصیرم من. تو بی تقصیری؟ آره دیگه دروغ میگم، والا بلا دروغ نمیگم. شما چرا یه روده راست تو شکمتون نیست، ها؟ چشم، هرچی شما بفرد. چشم! کجا سرکار؟ جناب سرما، والا من بی تقصیرم، قبول کن. برو ببینم. ببین میرم، چشم، ولی قبول کن. برو ببینم. خب میرم. به حال بده بس که باز گرفته. الو عباس، از این بابا چه خبر؟ آقا انقدر نعره کشید بیمارستان رو گذاشت رو سرش، اومدن یه دوتا سوزن بهش زدن، فعلا که ولو شده. نمیدونم آقا خوابه بیهوشه. آقا صدا خورناسش داره میاد. خب حواست بهش باشه، من بیدارم، هر موقع به هوش اومد یا بیدار شد سریعا من خبر کن. باشه، خداحافظ. آقا خدا نگهدار. خدا حافظ. الو، بله. سلام. آره، خدا خیرت بده. یعنی چی؟ یعنی این دو سه نفری که گرفتیم هیچ کدومشون اکرمو نمی‌شناسن؟ چیزی که مسلمه اینه که این غلامه همه رو بازی داده. یه کس دیگه ای بود سید اکبر راجع بهش صحبت میکرد، اسمش چی بود؟ سیاوش. اینا هیچ کدوم نمیدونم کجاست. سر نخ اصلی غلام است. خود اینا میخواستن از طریق غلام پیداش کنن. بگین اگه خبری شد به ما بگی. ببین اگه خبری شد یه زنگی به ما بزن. خب خیلی خوب حاجی، شما تشریف ببرید، منم کارامو راست سرویس بکنم میام هیئت. قربون شما، خداحافظ. حالا آقا داداش گفته همین امشب میخواد با حاج آقا حرف بزنه. گفتم صبر کن، خودم با نسیم خانم حرف میزنم. خب ناراحته دیگه، میگه چرا برنجاشو سوا کردم. من شاید شیپیشه گذاشته بود مادر. خانم جان شیپیشه گذاشته یعنی چی؟ حتما فکر کردن مال کافره. اقدس خانم، کسی نگفته مال کافره. حتما یه مسئله داشته، خودشون هم حلش میکنن. والا من دلم برات میسوزه. وگرنه خانداداش من مگه چی کم بوده؟ تو بگو من لال میشم. حاج خانم، دختر براش قد نیست دار. ولی پاشو کرده توی کفش، میگه یا زهره یا هیچ کس. آبجی اقدسش بمیره، مادرم که نداره جلو بیفته. مجبورم اون خودم بندازم بس. بعد میگم حاج خانم. والا نمیدونم،
ماشالله زهره جان خودش عاقله، میدونه چی کار کنه. خه زهره جون تو بگو مگه خانداداش من چی کم؟ آخه اقدس خانم اینجا الان هیئته، این حرفاتونو بذاریم برای بعد. آخه کی دیگه؟ الهی بمیرم، داداشم شده یه پوست استخون، قربونش برم پاک آب شد. وای حسینم، وای حسینم، وای حسینم. گفتی 69 85. بسیار خوب، نگران نباش، من فردا خودم پیگیری میکنم. خدا نگه. چی شده بابا؟ گرفتی؟ هیچی بابا. اتفاق افتاده؟ نه بابا هیچی نشد. یعنی همینطوری قفت رفته تو هم؟ عزیزم کسی چیزی گفته؟ بابا کلافم کرده دیگه، چپ میره راست میره جلو همه مردم هی به من میگه عروس خانوم. کی؟ بابا همین اقدس خانوم دیگه. آها این اقدس خانم نیت بدی نداره، ولی نمیدونه چجور باید بگه. ببین دخترم، این آقا فتاح تا حالا چند بار خواسته با من صحبت کنه، ولی من با بهانه سر بازش کردم. این دلم میخواد رک و پوزکنده نظر خودتو به من بگه. میدونم مادرت باهات صحبت کرده، اما اصل تو مثل همیشه من همیشه عادت دارم تو هیچ کاری عجله نکنم، همه چیشو ببینم. من پیش خودم میدونی چی فکر کرده بودم؟ برای همین بود که این شرف نزید. بابا من راضی نیستم. پس چرا هیچی نگفتی؟ چرا سکوت کردی؟ آخه خسته شدم دیگه از حرف و حدیث مردم، هم با بچه‌ام باشم. تا حالا مگه هیچی نگفتم؟ نمیخواستم انقدر تو خونه شما باشم که شما و مامانم همش از این و اون به خاطر من حرف بشنوید. چیکار کنم بابا؟ چیکار کنم؟ دخترم تو ماشاءالله خودت عقل داری، شعور داری. من نمیخوام ازدواج کنم، الان آمادگیشو ندارم. من نمیگم اون مرد بدیه، اون خوبه، من بدم. چی؟ هیچی دخترم، بلش کن. پاشو، پاشو برو توی عیاد مادرت دستن هاست بهش کمک کن. منم با مادرت صحبت میکنم که با اقدس خانم حرف بزنه. پاشو. چشم. ببین بذار اول من برم بعد در باز کن. چشم بابا. یا
دخترم به مادرت بگو یه ظرف غذا بکشه، میخوام برم یه جایی. باشه بابا. راستی قربونی فتا و فورد کردن؟ آره. خبر نداره، اونا رو بسته بسته کنین، باشون کار دارم. چشم بابا. جانم. میگم چه خوب میشد اگه همه مثل شما اینجوری به زندگی نگاه میکردن. نه دخترم، خیلی هم خوب نمیشد که همه چیز این هم باشه. فرماشا جاقا اینو ببرم؟ نه عزیزم، اینو من خودم میبرم. شما فقط زحمت بکش یه مقدار گوش هست. بله. بذار عقب ماشینت. ببر یه جایی که میشناسی و این چند نفر تقسیم کن. چشم. ببین. اینا. اگه تونستی یکی دو نفرم با خودت ببر، بی سر و صدا. خب؟ برای شما هم زود برگرد. چشم. آقا جون. جانم. منم با ماش ببرم. با مامانت صحبت کن، اگر اجازه داد بر. چشم. خدا. چی میگی آخه تو؟ مامان بیا پایم، اکبر کارت داره. اما اکبر؟ بله. سلام اکبر آقا. سلام علیکم زهره خانم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، خوب هستین؟ خیلی ممنون. چیکار میکنم با زحمت های ما؟ خواهش میکنم، فعلا که زحمت های ما افتاده گردن شما. ای بابا این حرفا چیه؟ دستتون که هنوز بسته است، بهتر نشدین؟ یه زخم جزمی بود، یه تموم شد. ما خدمت آجاقا بودیم، فرمودن که بیایم برای یه... بله خواهش میکنم، برای گوشت. بله بله. یه لحظه اجازه بدیم. مامان اکبر آقا زحمت کشتن اومدن برای گوشت. سلام علیکم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. مخلص شما. خسته نباشی. آجاقا فرمودن بیایم که بریم اونا تقسیم کنیم دیگه. همه زحمت میکشیم، واقعا شرمنده. گوشت همه اینجا آماده است. ببخشید. همش همینه؟ بله همش همینه. اینا سنگین اکبر آقا، اجازه بدیم بگم کمکتون کنن. دوره خانم شما رو دست کم گرفتین ها؟ نه آخه دستتون ناراحته. نه بابا طوری نی، وایزه. ماما منم باهاشون میرم کمکشون کنم. نه شما هیچ جا نمیری. ماما خب من هم میخوام باهاشون برم دیگه. ماما اکبر شما یه چیزی بگین دیگه. زهره خانم عزیزه فنی ما با هم میریم، با هم هم برمیگردیم. من مراقبشم. شما نگران نباش. خواهش میکنم. پس عموتو اذیت نکنی یا؟ نه بابا من با عموکه خیلی رفقم. تازه به من قول داده که بریم آبلی رو برف سر بخوریم. بیا بریم بابا. واجده شما چه خانم؟ من میام بقیه شم میبرم. این دوتا چه زود با هم عیاق شدن. آره خیلی مرد با محبتیه مامان. کیه؟ گفتم کیه؟ سلام. به به علیکم السلام. گفتم امشب چون خانم خونه منزل نیست سر بیشام زمین نذاریم. دست شما درد نکنه. سرکیز کجاست؟ از غروب تا حالا داره دعا میخونه، رفته اون تو جواب هیچکیو نمیده، حتی تلفن. خب نکنه اذیتش کردی جوون. نه نه نه، اون فقط دلنگران آناس. خب اب نداره، شما این غذا رو ببر گرم کن، ما میرم پلوش. دست شما درد نکنه. برو برو عزیز.
میل ندارم. چی رو میل ندارم؟ این دیگو فقط نظر دختر تو کردم، تو هیئت بار گذاشتم، خودم برنجشو شستم، خودم ریختمش تو دیگ. بسم الله، بسم الله. بفرما بفرما. الان نمیتونم، فردا میخورم. یه کوه، یه مرد جلوم بایستده بود، پسر مثل دست گلش تو سردخونه بود، ولی خودش آروم آروم آروم. رضا، دلم میخواد آن همونطور که آرامششه به دست آورده آروم باشه. میدونی اگر بار سومم ناامید از بیمارستان بیاد بیرون چی میشه؟ مگه قرار ناامید برگرده مرد؟ از اراده اون فقط خودش اطلاع داره. تو هم که شکر خدا ارادشو قبول داری، انشالله که ارادش این دفعه شفاست. سرکیس، من امشب میخوام تو هیئت خدا رو قسم بدم، قسمش بدم به خون حسین، قسمش بدم به پاکی عیسی ابن مریم که دل تو رو خوش کنه و چش اون بچه باشه، یه تیکه از نور بهشتیش بپاشه تو چشم اون بچه. پس نگران نباش. من نگران نیستم. یادت خودت میگفتی خدا دوست داره بنده‌هاش صداش کنن، بگن بلند بلند بگن. خدا رحمتش کنه. یه مداح داشتیم خیلی خوب میخوند از ته دل، خدا رحمتش کنه، همیشه میگفت همیشه میگفت تا نگیریت طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمیآید به جوش. خب بس این که من باید بستنی رو هم با خودم میآوردم. نه بستنی آقا، ما بالاخره نفهمیدیم قضیه این بستنی چیه. بگو براش. چرا تو خودت نمیگی؟ حالا بگو. Thank you.
بالا غیرتن کسایی که یه بار گرفتن دیگه تو زبان نیستن. بذاری به همه برسیم. حال گیری نکنه. بیا. بده بره. آقا بفرما. برو. بده. بیا خانم. دیگه کسی این طرفا نیست مستحق. یه پیره زن بیچاره بردم تکت پشت این امامزاده زندگی میکنم. کجا؟ تو قبرستون. من میبرم بدم. صبر کن. وایسه منم بیا. آدم نباید همجوری سرش بده پایین بره که اینجا قبرستونه. پارک نیاورون که نیست. صبر کن ببینم. یه وقت اینجا نترسی یا؟ از چی بترسم؟ نه گفتم یهو نترسی. ببینم اینجاست. بذار در بزنیم اینجا رو. نترسی یا؟ اما مثل که خودت نمیترسی نا. من؟ از چی بترسم؟ کسی اینجا نیست؟ مادر؟ کسی اینجا نیست؟ براتون گوشت آوردین.